از اون تاریخ تا به امروز از بیش از 80 نفر به عنوان متهم تحقیق شده و اگر کسانی هم که به عنوان مطلع ازشون تحقیق شده در نظر بگیریم، از 90 نفر هم نزدیک 100 نفر میشن، 96 7 نفر میشن، ولی به عنوان متهم تا به امروز 80 و خورده نفر، 82 نفر ازشون تحقیق شده. از این تعداد متهم 48 نفر بازداشت شدند، یعنی با قرار بازداشت موقت وارد زندان شدند. از این 48 نفر خب تعدادی 10 روز 20 روز 1 ماه بیشتر بازداشت موقت بودند. بعد از تحقیقات از اونا و کسانی که مرتبط با اونها بودند و پس از رفع موجبات بازداشت موقت، تعدادشون با قرار آزاد شدن. یعنی بعضی از اونها بعد با وثیقه قرار بازداشتشون فک شد، تبدیل به قرار وثیقه شد و آزاد شدن. الان که من خدمت شما هستم 23 نفر، یعنی تا دیشب، اگر امروز باز کسانی بازداشت شدن الان خبر ندارم، ولی تا ظهر که عرض میکنم یا تا قبل از ظهر ساعت 11، 23 نفر در بازداشت موقت به سر میبرند. هرچند در صحبت‌های اولیه ناظر ویژه دستگاه قضا از اسم و رسم و سمت بازداشی‌ها خبری نبود، اما در ادامه که کار به پرسش و پاسخ رسید اطلاعات بیشتری بیرون اومد. بعضی از نمایندگان مجلس هم احضار شدن، از اونا تحقیق شده به عنوان متهم و با قرار همون روزی که تحقیق شده 5-6 ساعت آزاد شدن، پروندهشون مفتوحه و دنبال میشه. قائم مقام بانک مرکزی بله به عنوان یکی از متهمین بازداشت شده. علت بازداشتش هم بیمه تبانی بوده و هر وقتم که این موجبات رفع بشه قرارشون هم تبدیل میشه. آمار 1800 میلیارد تومانی ناظر ویژه دستگاه قضا که از لابلای بررسی هزاران سند موجود در پرونده با خودش آورده بود، از نکات خبری نشست امروز بود. از فقط 4 شرکت بیش از 1800 میلیارد تومان فروشنامه‌های سوری و غیر واقعی صورت گرفته. آخرین وضع خاوری، مدیر عامل سابق بانک صادرات هم امروز سوال یکی از خبرنگارا بود که اجرایی گفت از طریق اینترپل برای برگردوندنش اقدام شده.